آیه امروز هشم نرسیم جمعه شنبه پیش شنبه جمعه ششم بهمن ماه 1391 جام گالری افرد و نمایشگاه نقاشی خانم ترانه صادقیانه و جناب آقای سپاندو تشریف آوردن. دعوت شد من آره صرف چای شیرینی. خب آقای سپاندو چقدر فکر میکنی که هنرمند باید متحد باشه؟ حالا این سالها پیشنهاد دادم خیلی معتقد بودم که هنوزم باید متحد باشه. ولی حالا روز داره خنده داره این کلمه. چرا؟ میخوایم واقعا باید متحد باشیم؟ همیشه. مقصود ما اون سیاسی نیست. نه نه هر چی. اصلا فکر میکنی هنرمند باید هر چی رو گفتن داشته باشه؟ نه با ابزار با هر ابزار دیگه اینا کلاس دیگه میگن شما موقع که یه موسیقی خوب میشنوی چرا شده گفتن اصلا بهتر خود یارش با دهنش بزن دیگه خب با دهنش میتونه ببین شما موقع یک اثر خوب میبینی در اوج باشه دیگه نمیتونی راجع بهش فکر کنی فکر کنی یعنی هدفش میبینی ولی یه موقع اوج لذت باشه دیگه خیلی طولانی داستانش بگو یه چیزایی که من بفهم چون من شخصا فکر کنم که هنری که بخواد حرفی بلا گفتن یا منظور داشته باشه هنر نیست نه من مقصد بگو من وسیع تر میگم بگو من یه زندگی جستجو میگم تو من اصلا پوچ میدونم شما الان اینی که گفتی نیست دو آسان چیزم گفتی اینی که الان گفتی فهمیدی چی گفتی من یه زندگی رو جستجو دارم زندگی خودش رو زندگی داره چه واسه چی این فرقا زنده است اگه هنر عمل نمیشه ببین اینی که ما از کجا آمدیم و کجا میریم که اینا کشف اینا یه چیزی نایشی گفته همه هر کی بخواد بگه فلسفه اینه میگه مثلا جعفری مثلا معنی میگه من شما یه چوپون معنی میخواستن یه چوپون یه بعد یه چیزی که از کجا آمدیم به کجا میرم خب آخرش میشه همین چون این میگه معنی زندگی رو جستجو کنه این دیگه بدتر خودش رو تو خاصه با چی زندگی من فقط میخوام منابع حروم کنی من تنها کسی هستم که میدونم من تنها کسی هستم میدونم تو فقط پس متعهدی نه نگفتی برای چی؟ من زندم که شکر بکنم و شکرگزاری لذت ببرم و موقعی هم که اصلا نهشه هرچی من یک چیز خوب ببینم باد خوب ببینم هنر خوب ببینم زن خوب ببینم هرچی که من اوجی هستم که فکر نمی کنم یعنی فکر کنم این فکر کنم که دیگه لذت ببینم کار خلاقه می کنی واقعا من عمرم و هیچ کس دنیا به اندازه من کار خلاقه ببینم فروتنه رو ببینیم تکنه با من خدا نه خدا فرشان گرفتاره ببین فکر نکن من خودم تازه منم بلد نیستم اولا که خدا خودش به انزد تو قدرت نداره نه. چون شیطانی هست کنسرش من ممکنه کار خلاقم به درد نخوره بسن شد ولی کسی در طول تاریخ به انزد من کار خلاقه نداره در طول تاریخ نه خب باشه اجازه بده ما خدمت شما نماز من انتظار نداشتم شما به این زودی کوتاهی هست والا مثلا کوتاهی هست با همچین موضوع کل فراتاریخ از این سی هست آقا شما یک چیزی بگید حالا من در مقابل شما که اصلا نمیتونم از این صحبت رو بکنم من که حرفی نزدم شما باید به من بگید ثابت کنم نه ممکن است به که شما گفته دیگه خدا دوم شد نه آقا خب سیروس جا من با این صرف گفت قربان تو قربان خودم من آی سپاند بای خدا خدا عزیزم خدا بله جو که شما از دما سر بزن به هیچه نه ببین
مسئله من گفتم شاکرم بگیم یعنی چه؟ یعنی که هیچ چی نمیخوام، یعنی دائم تو لذت، یعنی دائم تو تولید میخوام، اصلا بدم هموقعی که فکر نمی کنم دیگه فریب بدم. ببین من عاشق اون کسی هستم که من کلاه سرم بذاره من نفهمم، اگر بفهمم در چه سری بسیم. من خیلی نفهمیدی خیلی وقتا کلاه خوبه دیگه، من عاشق اینم. چون بعد که بعدا مثلا بعد ها متوجه میشه یارو تعطیل یارو هم جایی نیستش که اصلا شاید هم اینقدر سرش کلا گذاشتن به نتیجه رسیده. نفهمیدم میگم شاید اینقدر سرتون کلا گذاشتن به نتیجه رسیده. خب من نفهمیدم، من نفهمیدم این قبولش میده به حالت کسی نمیفهمه که کلا سرش میده. خب پس یه کلا سرش نمیده دیگه، اگه نفهمه این کلا سر نمیره دیگه. ولی اگه شما بفهمید کلا سرت میره همیشه میشه سوزی و نبرده. ولی بعدا آدم میفهمه اگر قرار بسن وقت به نظر شما آگاهی خوبیه بده سوزشش کمتر احساس میشه. مطلب اینجا باشه.